آقای رجبیان صدا را دارین شما؟ بله همیشه با آقای رجبیان ادامه بتین سر. بله بله آقای رجبیان، در همونطوری که گفتم در اروپا با توجه به تمام جنگ هایی که در اینجا بوده، تفاوت زبان که وجود داره و تاریخ بسیار متلاطم و در واقع در هم و برهمی که داشتن، اما اینا موفق شدن در بعد از بخصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم اتحادیه اروپا را به وجود بیارن که در این اتحادیه در واقع دارای نگرش و مشی سیاسی مشترک هستند و در بسیار موارد تصمیم مشترک میگیرن. سوال ما این است که در منطقه ما، در کشورهای فارسی زبان، که زبان فارسی به عنوان یکی از عناصر اصلی هویت و تمدن مشترک ماست و عنصری پیوندینده است و عنصری هست که در واقع تنها یک زبان افهام و تفهیم نیست، زبانی است که در این همه چیز هست و خوب بودن فارسی در ایست که در این کلام هست، فلسفه هست، علم هست، ریاضی هست، منطق هست، تفسیر هست و شعر و ادب و فرهنگ و همه چیز هست. آیا وقتی چنین یک ظرفیتی وجود داره برای یکی از دلایل مهم اتحاد منطقه‌ای، چرا چنین عزمی صورت نمیگیره و چرا کشورها اصلا توجهی نمیکنن؟ من البته میخوام یک اینم بگویم که وقتی که تاجیکستان آزاد شد، در اون وقت فکر کنم سنگک نظروف وزیر امور خارجه بود، به تهران آمد و در تهران قرار شد که یک فرهنگستان مشترک کشورهای فارسی زبان و یک تلویزیون ایجاد شده که متاسفانه او هم عملی و اجرایی نشد. بفرمایید، منتظر پاسخ شما است. مایک آقای رجبیان را باز کنید. بله، چون میکروفونم بسته بود، ببخشید یه ذره تاخیر داشتم. خواهش میکنم، بفرمایید. ولی خب پرسش بسیار جالبی که چرا اروپایی ها تونستند و چرا ما نمیتونیم، با وجود اینکه یک همچین عنصر مشترکی داریم که اروپایی ها ندارند. فکر میکنم بیشتر به اون برمیگرده که متاسفانه در منطقه ما که بسیار سیاست زده است، هم خود جوامع در داخل کشورها تحت تاثیر سیاست های حاکم خودشون هستند و هم تحت تاثیر سیاست های اجنبیان، بیگانگان، افراد دیگر یا اقوام دیگری که در اون کشور هستن که با هم اختلاف دارن، که در واقع چنین اتحادی رو اجازه نمیدن که به وجود بیاد. به روی صحبت‌های بازم هیله عزیز باید بگم که مثلا موضوع نوروزستان که ایشون گفتند، در واقع اونطور که پیشنهاد کردن اتحاد نوروزی، فکر کنم یک پیشنهاد بسیار جالب و جذاب که فکر کنم 10-15 سال پیش بود، باقر معین، روزنامه‌نگار فرهیخته و نویسنده معروف ایرانی در لندن، همچه پیشنهادی رو در جدید آنلاین کرده بود که یک اتحادیه به شکل نه سیاسی نه چیز دیگه، بلکه فرهنگ، بر مبنای فرهنگ باشه، در واقع کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن بتونن یک اتحادیه داشته باشن به اسم نوروزستان، که حتی شمردیم حدود 10 کشور در جهان هستن که این کار میکنن، ولی اتفاق نمیفته. بخواهیم که سیاست بر هر منفعت دیگه یا در واقع بر فرهنگ میچربه. یا مثلا همین موضوع تلویزیون مشترک از سالیان پیش، مدت ها، یعنی حالا دقیقا نمیتونم بگم که حضور ذهن ندارم چند سال پیش، ولی کمتر از 15 سال بازم نیست که قرار بود تلویزیون مشترک فارسی زبان باشه بین ایران، افغانستان و تاجیکستان، زمانی که آقای کرزی هم رئیس جمهور افغانستان بود، ولی باز هم به نتیجه نرسیدن، برای اینکه هر کدوم از اینها داشتند به اصطلاح سمند سیاست خودشون رو میروندند و آقای کرزی مثلا میگفت که چرا فقط فارسی باید باشه، باید که این شبکه به زبان پشتو هم باشه، در حالی که هدف از ایجاد این شبکه این بود که شبکه‌ای باشه به زبان فارسی تک زبانه. یا مثلا جمهوری اسلامی میگفت که حتما باید چادر داشته باشن یا روسری داشته باشن، محجبه باشن مجریان زن، گزارشگران زن،
چرا که در ایران قراره که نشون داده بشه و تاجیکستان میگفت به هیچ وجه من الوجود این رو قبول نمیکنه که مجریان زن گزارشگران چادری یا محجبه باشن. خلاصه تمام اختلافاتی رو که بهش نگاه میکنین ریشه اون سیاسته و هیچ چیز دیگه نیست، یعنی منفعت سیاسی هست و فرهنگ اون ارزشی رو که مثلا برای ما داره که میتونیم به خاطر اون فرهنگ خیلی از اختلافات رو صرف نظر بکنیم برای اونها وجود نداره. یا پیش این سوال دیگری که کردی در مورد فرهنگستان، از این فرهنگستان زبان ادب فارسی که در ایران هست به خصوص اون فرهنگستان اول فوق العاده کارهای بزرگ انجام داده، اون فرهنگستانی که سال 1934 به فرمان رضا شاه پهلوی ایجاد شد، بسیاری از واژگانی که امروز حتی همین واژه‌ای که امروز ما داریم میگیم یا ویژه، این واژگانی بودن که اصلا در تداول نبودن در واقع، و اینها رو حتی مثلا ارتش و سرلشکر و سرگرد و نمیدونم هواپیما و اینها همه بر ساخته های این فرهنگستان هست که امروز رایجه. و خیلی جالبه که ما همه در تمام این کشورها، چه ایران چه تاجیکستان چه افغانستان، از اینها استفاده میکنیم، خیلی از این واژگانی که امروز مثلا در تاجیکستان قبلا پیش از فروپاشی به هواپیما میگفتن سامالیوت که یک واژه روسی هست، امروز میگن هواپیما که از فرهنگستان زبان ادب فارسی ایران میاد. خب چطور اون زمان این امکان داشت که ما بپذیریم اون چیزی که فرهنگستان میگه و امروز نه؟ باز هم دلیل سیاسی داره. اگه امروز ما به حرف فرهنگستان زبان ادب فارسی در تهران گوش نمیدیم، دقیقاً به دلیل این هست که جمهوری اسلامی هست، برخی از ما احتمالاً از اون نظام خوشمون نیاد، به همین دلیل هم اون چیزهایی که اونا میسازن امروز مورد پسند ما نیست، در حالی که میتونه بین اونها هم خیلی پیشنهادها و برساختها و معادلها و برابرهای جالبی باشه. و یک نکته دیگه هم این هست که در فرهنگستان زبان ادب فارسی امروز که حداد عادل ریاستش رو داره، ما اعضایی از تاجیکستان هم داریم، یعنی در واقعی که دو تا از دانشمندان زبان پژوه تاجیکستان عضو اون فرهنگستان بودن در گذشته، محمد جان شکوری بوده، استاد منیازوف بوده، امروز هم سفر عبدالله هستش. خلاصه از طریق اینها هم میشه اون چیزی رو که حداقل امروز داریم میشه ازش استفاده کرد، یعنی پیشنهادهایی رو که مردم تاجیکستان برای یک معادل ویژه‌ای که فرهنگستان میخواد براش بسازه، یک مفهوم ویژه‌ای که معادلشون میخواد بسازه، میتونن پیشنهاد بدن و این کارو بکنن. یعنی از اون امکاناتی که امروز داریم میشه استفاده کرد و لزومی نداره که از صفر شروع بکنیم تا اینکه منتظر بمونیم که جمهوری اسلامی مثلا تغییری در سیاستش اتفاق بیفته. فکر میکنم که خیلی دیر میشه و از امکانات امروز هم میشه استفاده کرد، همونطوری قبلا استفاده کرده بود. بسیار تشکر آقای رجبیان.